دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش اومده تا باهاشون باشم و صحبتی رو داشته باشیم. صحبت این بار من درباره عقب انداختن کارها یا پروکرستینیشن هست که از سوالهایی که شما عزیزان فرستادین برامون انتخاب شده و نگرانی هایی که داریم برای اینکه کارها رو عقب میندازیم و نمیتونیم چیکارش کنید و علتش چی هست. ببینید، گاهی اوقات عقب انداختن کارها دلایل مثبتی داره که در موردش در انتهای ویدیو صحبت خواهم کرد، اما برای شروع بگم که خب عقب انداختن کارها روی مدیریت زمان ما تاثیر میذاره. خیلی از پروژه‌ها و کارهایی که باید انجام بدیم رو به تاخیر میندازیم، عقب میندازیم و هی ازش فرار میکنیم از انجامش، که بدونیم چرا این کار رو میکنیم شاید بتونیم مدیریتش کنیم و راه حلش در واقع توی شناخت خود دلایل هست، که وقتی فهمیدیم که این دلیل رو داره دیگه از خودمون نمیخریم. به طور مثال یکی از اینها میتونه این باشه که در مورد اون کار اعتماد به نفس نداریم. من به خودم مطمئن نیستم که اون کار رو بتونم انجام بدم، برای مثلا یه پروژه‌ای رو انجام بدم چون مطمئن نیستم که از پسش بر بیام هی عقبش میدازم. مثلا فکر کنید درباره رانندگی، فکر میکنم راننده خوبی نیستم، برای همین برای اینکه از این شهر برم یه شهر دیگه هی عقب میدازم اون کار رو، نمیرم دنبال اون کار، یا چون رانندگی لازم داره و من خودم رو توی رانندگی خوب نمیدونم. دلیل دیگه‌ای که داره میتونه اعتیاد من به استراب باشه. من اعتیاد دارم به اینکه کارها رو عقب بندازم، اصطلاحا دقیقه 90 یا شب آخری بشینم تمام درسام بخونم، تکالیفم رو انجام بدم، چون نیرویی که در اثر اون عقب انداختن کارها هستش همون نیرو میشه نیروی جلو برنده برای من، برای اینکه بتونم برم کار رو انجام بدم و برای همین هی به عقب میندازم این رو. نکته دیگه این هستش که گاهی اوقات اصلا خود استراب باعث میشه که من کار رو عقب بندازم. پس قسمت قبلی اعتیاد من به استراب بود، استرابی که از عقب افتادن کار تا لحظه آخر هست باعث میشه که من عقب بندازم و از اون نیرو به عنوان نیروی جلو برنده استفاده کنم. گاهی اوقات هم ترس من از استراب هست، چون وقتی میخوام برم سراغ انجام کاری استرابم شروع میشه، که میتونه دلیلش خودش یه دلیل دیگه برای عقب انداختن کارها باشه. مثلا اون کار برای من ناخوشایند هست، برای همین به من استراب میده. اگر اینطوری هست میتونم احساسم رو نسبت به اون کار عوض کنم یا اصلا اون کار رو قبول نکنم، کار دیگه ای انجام بدم. ترس از استراب خودش باعث میشه که من سراغ اون کار نرم، چون وقتی سراغ اون کار میرم استراب من رو بالا میاره. اگر بتونم این رو تنظیم کنم میتونم مدیریت کنم احساسم رو. پس تنظیم احساسی یکی از دلایل دیگه است که من عقب میندازم کارهام رو، یعنی نمیتونم احساسات خودم رو مدیریت کنم. برای همین وقتی استراب میاد منو میبره توی سطح دیگه ای، توی جای دیگه ای و نمیتونم اون کار رو شروع کنم، یا اگر شروع کردم نمیتونم کاملش کنم و انجامش بدم. دلیل دیگه ای که داره اعتماد به نفس ما هست. اگر ما در مورد انجام کاری اعتماد به نفس نداشته باشیم نمیتونیم اون کار رو شروع کنیم و هی ناخودآگاه عقبش میندازیم. مثلا اگر من نقاش خوبی نیستم و فکر میکنم که نمیتونم در حدی که باید نقاشی کنم، هیچ وقت اون نقاشی رو شروع نمیکنم یا اون کار رو شروع نمیکنم. یا اگه فکر کنم که مثلا حرف زدنم خوب نیست، هیچ وقت شروع نمیکنم کاری که حرف زدن توش دخیل هست انجام بدم و تا جایی که بتونم اون رو عقب میندازم، چون اینطوری از اعتماد به نفس خودم حفاظت میکنم. ما گاهی اوقات به خاطر اینکه اعتماد به نفسمون در مورد انجام کاری کمه خودمون رو اصطلاحا فلج میکنیم، پارالایز میکنیم، برای اینکه اصلا هیچ حرکتی نمیتونیم بکنیم و این باعث میشه که بتونیم از اعتماد به نفسمون حمایت بکنیم، محافظت بکنیم و خودمون رو در معرض قضاوت قرار ندیم، که این بخش دیگه است و دلیل دیگه است. یعنی ترس ما از قضاوت شدن باعث میشه که عقب بندازیم کارها رو، به نتیجه نرسونیم و تمومش نکنیم. اگر که من کاری رو انجام ندم هیچ وقت کسی نمیتونه به من بگه خوبه یا بده، برای همین خب بهتره که انجامش ندم اگر ترس از قضاوت داشته باشم، برای همین توش میمونم و انجامش نمیدم. یه دلیل دیگه‌ای که میتونیم بیاریم اینه که من میخوام بهترین باشم، یعنی کمالگرایی یا پرفکشنیست. پرفکشنیست بودن میتونه دلیلی بشه برای اینکه من کارها رو عقب بندازم. من میخوام بهترین کار رو انجام بدم، برای همین پس میذارم تا
بهترین حالت ممکن بشه. هیچ وقت ما بهترین یا کامل ترین نیستیم. بهترین خودمون میتونیم باشیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم کامل ترین باشیم. تا جایی که هستیم میتونیم کار ارائه بدیم و مطمئنا ارائه خوبی هم هست. ویدیویی که من الان دارم پر میکنم برای الان خیلی خوبه، نسبت به قبل بهتره، نسبت به بعد بدتره. اگه من منتظر باشم که توانایی 10 سال بعدم رو پیدا کنم، هیچ وقت نمیتونم این ویدیو رو کامل بکنم. همونطوری که الان نسبت به 10 سال قبلم بهترم، 10 سال بعدم نسبت به الان بهتر خواهم بود. اما در جایی که هستم همین لحظه رو میپذیرم و رو به جلو میرم. به هر حال ترس از شکسته که دیگه از اون چیزهایی هست که باعث میشه من همونجا بمونم و تکون نخورم و کار را عقب بندازم. اگر که من بپذیرم بهترین خودم رو میذارم وسط، نیازی نداره که از شکست بترسم، برای اینکه همیشه اشتباهات پیش میاد و ما تا انجام ندیم چیزی رو هیچ وقت نمیتونیم تشخیص بدیم که کارمون رو درست انجام دادیم یا ندادیم. بخش دیگه دقیقا مدیریت زمانه. ببینید، ما وقتی عقب میندازیم کارمون رو، مدیریت زمانمون رو از دست میدیم. به همون نسبت، یعنی من چون عقب میندازم نمیتونم پروژه هام رو به موقع انجام بدم، مدیریت زمان ندارم. از اون طرف چون مدیریت زمان ندارم هم عقب میندازم، یعنی یک دایره ناسالم و غیر سازنده است. من چون مدیریت زمانی ندارم 1000 تا کار دیگه میکنم تا اینکه بتونم مثلا این ویدیو رو درست بکنم. خب این نشون میده که من مدیریت زمانی ندارم. از طرف دیگه چون این کار رو به موقع انجام نمیدم، پس پروژه ها من نمیرسن، نتیجهی که میخوام رو نمیگیرم و عقب میافته و توی چرخه ناسالم میافتم. برای همین هست که باز این عقب انداختنه همیشه هست. حواسمون باشه که تمام این دلایلی که گفتم دلایلی هستن که میتونن باعث بشن ما کار رو عقب بندازیم و هی امروز و فردا بکنیم برای انجامش. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که یه لیست از کارهای ناتمامون تنظیم کنیم، بنویسیم و اون رو جلوی خودمون نگه داریم و هر روز خودمون رو متعهد کنیم یکی از اینها رو کامل کنیم، انجام بدیم و کنارش تیک بزنیم و یک جمله تشویق‌آمیز برای خودمون انجام بدیم. میخوام بهتون بگم و این اطمینان رو بدم، به محض اینکه شروع میکنید روی کارهای ناتمامتون کار کردن، بلافاصله اصلا شرایط به گونه ای تنظیم میشه که بعضی از این کارهای ناتمامتون رو به صورت اتومات انجام میدیم و میاد در مسیرتون قرار میگیره که انجام بشه. شاید حتی مثلا اگر عوض کردن خاک گلدونتون باشه، ممکنه یکی بیاد بگه کمک میخوای، من میتونم تو این زمینه کمکت کنم، یا من خاک گلدون اضافه آوردم لازم داری برات بیارم و بیاره براتون. یعنی بدونی که بخواید، چون وقتی لیست رو انجام مینویسید همه شرایط به گونه ای میشه که بتونید اون کار رو انجام بدین و کاملش دارین. پس این یه تمرین، همین الان یادداشت کنید یا لیست تهیه کنید از تمام کارهای ناتمامتون. فرقی نمیکنه از تلفن زدن به کسی باشه یا عوض کردن خاک گلدون باشه، اتو کردن باشه، خرید باشه، دعوت کسی باشه، خرید هدیه برای کسی باشه، یا ایمیل زدن باشه، یا کارهای حتی خیلی جدیتر از این اپلای کردن برای کار جدیدتون باشه، استعفا دادن از کار قدیمی باشه، نوشتن کتابتون باشه، یا هر چیزی شبیه این میتونه توی این لیستتون بیاد و انجامش بده. اما بهتون قول دادم در اول این ویدیو که در انتها بگم گاهی اوقات عقب انداختن کارها خوب هست و به چه دلیل گفتم که خوبه و دوست دارم که این رو بهتون بگم. این که گاهی اوقات ما تو ذهنمون کار رو عقب میندازیم به خاطر اینکه داریم بهش فکر میکنیم. ضرب المثلی هست در انگلیسی که میگه روش میخوابم، یعنی که قرار روش فکر کنم، روی این قضیه قرار بیشتر فکر کنیم تا به نتیجه مطلوبی که میخوایم برسیم. اگر من بخوام الان بشنم کاری رو انجام بدم، خیلی سریع میتونم بشنم 1-2-3 انجام بدم، و وقتی روش میخوابم اصطلاحاً یا روش فکر میکنم، از زمان از در واقع از مثلا فکر کنید 2 هفته قبل دارم الان به این قضیه فکر میکنم که چه صحبتی رو بکنم، تو ذهنم 1-2-3-4 اینها رو تنظیم میکنم. عقب انداختن کار گاهی اوقات برای ما نتیجه بهتری رو میاره. همیشه اینطوری نیست، آگاه باشیم بهش. اگر من قرار پاورپوینتی رو برای کلاسم آماده کنم، وقتی که عقب میندازم یک کمی روش مطالعه میکنم، بعد میذارمش کنار، تو ذهنم اینها رو چیدمان میکنم،
میذارم، قسمت‌های منفی و یا کمترش رو یا ضعف خودم رو میبینم، بعد میرم بیشتر در مورد اونها مطالعه میکنم. وقتی که میشینم انجامش بدم، در زمان کوتاه‌تری میتونم نتیجه بیشتری رو بگیرم، چون در واقع اون زمانی بوده که به صورت پسیو ته ذهنم، به صورت منفعل ته ذهنم روش فکر کردم، کار کردم و الان نتایجم رو میارم روی کاغذ. این تنها جایی هست که عقب انداختن کارها میتونه به ما کمک کنه. در واقع وقتی که میدونیم که این کارها قرار بکنیم، روش فکر میکنیم، ولی ته ذهنمون هست و داریم روش فکر میکنیم. گاهی اوقات اکتیف میشه، به شکل فعال میاد جلو، بهش نگاه میکنیم، فکر میکنیم اوکی من اینو باید 1-2-3 این کارو بکنم، یا بعد در موردش مطالعات رو بکنم، یا این تنظیما رو داشته باشم. و گاهی اوقات هم به صورت پسیو و منفعلانه ته ذهنمون داریم بهش فکر میکنیم و برنامه ریزی میکنیم. پس گاهی اوقات عقب انداختن کارها به این دلیل خوبه یا اوکی هستش، مسئله نداره، به شرط اینکه اقدامات اولیه رو روش انجام داده باشیم. ولی در قسمت‌های دیگه یادمون باشه اگر این عادت ما بشه و الگومون بشه برای عقب انداختن کارها، احساس ناتوانی و عدم موفقیت به خودمون میده که این به نوبه خودش میتونه روی اعتماد به نفس ما تأثیر منفی بذاره و اون رو بیاره پایین و باعث بشه که فکر کنیم ما ناتوانیم و نمیتونیم کاری رو کامل انجام بدیم. بهتون توصیه میکنم که بهش نگاه بکنید، به مواردی که گفتم اشاره بکنیم و یادمون باشه گاهی اوقات ما فقط برای ابراز استقلالمون که کاری که میخوام رو در زمان خودم با روش خودم میخوام انجام بدم هست که این کارو میکنم و عقب میندازم. اما اگر بهش آگاه نباشم، میتونه الگویی باشه از کودکی من که آوردم، اصطلاحاً لجبازی، که میخوام کار رو عقب بندازم ولی این بار با خودم لجبازی میکنم برای عقب انداختنش. هر زمانی میبینیم کاری رو روی برنامه ریزیمون، روی کارتایی که برای روزمون مینویسیم، اگر میبینیم که دو سه روزه یا چندین روزه داریم عقب میندازیم، یا تکرارش میکنیم توی کارتامون، یه توقف کوتاه بکنیم و فکر کنیم که چرا من این کار رو میکنم، چرا همچنان دارم این رو تکرار میکنم، چرا عقب میندازم، و این دلایلی که گفتم رو چک کنیم ببینیم آیا اینها دلیلش هست. اگر بله اینها دلیلش هست، اون وقت با آگاهی از خودمون نخریم اینها رو و بیایم ازش بیرون. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک بکنه تا احساساتتون رو بهتر تنظیم کنید و بتونید کاراتون رو به موقع انجام بدید، در نتیجه تنظیم احساسیتون رو و مدیریت زمانتون رو بهتر داشته باشید. عاشقتونم و اگر سوالی دارین زیر همین پست برای ما بنویسید. امیدوارم که بتونیم به موقع جواب سوالاتتون رو بدیم. نظراتتون رو بنویسید. شما چه فکری میکنید؟ فکر میکنید که دلایل دیگه هم هست برای اینکه ما کارمون رو عقب میندازیم؟ اگه آره، خوشحال میشیم که ازتون بشنویم و داشته باشیمش. من لاله مهرات هستم و در پیجمون دکتر لاله مهرات میتونید بقیه ویدیوها رو از همین دست ببینید و امیدوارم که این بتونه بهتون کمک بکنه تا تغییری توی زندگیتون ایجاد بکنید. با امید دیدارتون تو ویدیوهای بعدی. مرسی.